بسم الله الرحمن الرحیم. با هر سلام احترام آرزو دارم همگی جور و سعدمند باشین. بینندای خوب نازنین، آرزوی سربلندی و سلامتی براتان داریم. گفتیم به خاطر از اینکه سال 1403 ما و شما همتی یک سال عالی پر از دست آورد، پر از پیشرفت، پر از خوب شدن باشه، برش باید ما و شما یک برنامه ریزی داشته باشیم. و در برنامه قبلی در مورد از اینکه هدف چی است و مهمترین هدف کدام است، به کدام مورد باید هدف داشته باشیم، و اول در مورد صحت تعریف صحت گفتیم و بعدش گفتیم به کدام قسمت های صحت متوجه کنیم. اول هم صحت جسمی را مطالعه کردیم. امروز برنامه دوم است و تاریخ ششم ماه حمل است. به ادامه بس خود برنامه دوم است. در این مورد ما و شما گفتیم که حداقل 4 مورد باید ما و شما در صحت در نظر داشته باشیم. یکی صحت جسمی است، دوم صحت روانی است. صحت جسمی یک مقدار در موردش در برنامه قبلی صحبت داشتیم، امروز میپردازیم به صحت روانی. ای که صحت روانی چیست و چی کارهای امسال ما برش بکنیم که روان خوب داشته باشیم. بهداشت روانی یا سلامت روانه به معنای بهزیستی روانشناختی یاد میکنن، یعنی از نظر شناخت و روان خود ما و شما یک زندگی خوب داشته باشیم و نبود بیماری روانی نداشته باشیم. بیماری روانی اول شرط اول است که نبود بیماری روانی. یعنی کسی را ما اول گفته میتونیم که سلامت روانی داره که مشکل روانی نداشته باشه. ما و شما میفهمیم تمام امراض روانی تقریبا در 22 فصل بزرگ تقسیم بندی میشه و به صورت خرد بزرگ اگر در نظر بگیریم تقریبا 601 نوع اختلال روانی داریم. اینا باید نباشه در وجود ما و شما که بگوییم یک شخص از نظر سلامت روانی خوب است. ولی تنها نبود بیماری نمیشه تعریف صد. قبلا هم گفتیم باید یک سلسله معیارهای دیگر هم ما و شما پوره کنیم. مثلا دوستای نازنینم یک تنظیم عاطفی روانی داشته باشیم از نظر عاطفی و رفتاری. ما و شما باید بتانیم خود تنظیم کنیم هیجان ما، احساس ما، عاطفه ما و رفتار ما، مدیریتش پیش خود ما باشه. در این صورت گفته میتونیم که شخص سلامت روانی داره. یا از نظر روانشناسی مثبت‌گرا یا کلنگر چی میگن؟ میگه روانشناس سلامت روانی شامل توانایی فرد در لذت بردن از زندگی است. لذت بردن از زندگی، یک کسی از زندگی میتونه بگه من سلامت روان دارم که از زندگی لذت ببره، ولی کسی که از زندگی لذت نمیبره سلامت روانی نداره. و دیگه چی؟ ایجاد تعادل بین فعالیت های زندگی و تلاش برای دستیار به تاباوری روان شد. چی؟ یک تعادل باید در زندگی ما باشه. زندگی نامتعادل از نظر روانی دیگه گفته میشه که سلامت روانی نداره. بیماری روانی نداشته باشیم، تنظیم عاطفی رفتاری داشته باشیم، از زندگی لذت بریم، تعادل داشته باشیم. دیگه چی داشته باشیم دوستای نازنین؟ طبق نظر سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی شامل بهزیستی ذهنی، ذهن ما خوب باشه، ادراک ما خوب باشه، خود مختاری داشته باشیم، توانمندی داشته باشیم، ارتباط خوب با انسانهای دیگه داشته باشیم، فکر خود بتونیم شکوفا بسازیم. اینی موارد ما باید داشته باشیم. یا چی؟ یک چیز دیگه میگن تحقق بخشیدن به توانایی خود. هر کدام ما توانایی و استعدادایی داریم اگر تحقق بخشیدیم. تنهایی که من جور هستم، هیچ کدام مریضی روانی ندارم، میام مهم نیست، تو باید یک آدم فعال باشی، یک دیو باشی، استعدادهای خود شکوفا بسازی، از نیروهای خود خوب استفاده کرده بتونی و با فشارهای زندگی مقابله کرده بتونی. تنی کار فشار تو را از بین ببره. تا باوری پیشتر هم ذکر شد، تو تا باوری باید داشته باشی در مقابل مشکلات. در زندگی کل ما و شما مشکلات میه، اما قرار نیست که با مشکلات ما خود از دست بتیم. مثل برگ خزانی نباشیم، لکوان مستقیم خپل مکان باشیم. و ایفای نقش در اجتماع، نقش خود به درستی در اجتماع ایفا کنیم، وظیفه خود به درستی انجام بدیم.
مفید باشیم، یعنی یک حجری در اجتماع مفید باشیم. هرچند بعدن صحت اجتماعی را میخونیم، خب ما تمام اجزای صحت با هم ارتباط داره دیگه. خب گپ بسیار خطرناکی است. شواهدی از WHO نشان میده تقریبا نیم جمعیت جهان تحت تاثیر بیماری های روانی است. از هر دو نفر ما یک نفر ما در افغانستان شاید زیاد باشه، چون مشکلات زیاد داریم. بنا نمیشه بگویم حالا از نظر روانی خوب هستم، نه، از نظر روانی مشکل داریم، باید کمک بگیریم. و این مشکلات روانی میتونه عزت نفس ما را خراب کنه، روابط ما را، کارکرد ما را، درس ما خراب شه، وظیفه ما نمیتونیم دیگه خوب انجام بدیم. و یادتان باشه اگر روان ما خوب نباشه، جسم ما ماستاستا خراب میشه. بین صحت جسمی و روانی ارتباط وجود داره. روان خراب جسم هم خراب میکنه، جسم خراب روان خراب میکنه. بنابراین اگر سلامت روانی ما خراب میشه، ما دیگه خوب تصمیم گرفته نمیتونیم در زندگی، و بعضی وقتا تا پناه میبریم به مواد مخدر که اوضاع را بدتر هم میسازیم. این کسایی که معتاد مواد مخدر است، خب اینا سلامت روانی نداشت، آدم سالم که خودم معتاد نمیسازن. بنابراین اگر سلامت روانی ما خوب بود، در مجموع جسم و کیفیت زندگی خوب، اگر سلامت روانی خراب بود، جسم و کیفیت زندگی هم خراب می باشه. میبینید ریچارد و کمپانیا چی میگن و موزبک، سه نفر اینا تحقیقاتی کردن، نشان دادن که بین سلامت روانی و رفتارهای جامعه پسند ارتباط وجود داره. یعنی سلامت روانی ما با سلامت اجتماعی ما ارتباط داره. اگر روان ما خوب باشه، در جامعه ما رفتار خوب بهنجار داریم. اگر روان ما خراب باشه، در اجتماع ما نابهنجار برخورد میکنیم. مثلا اگر سلامت روانی خوب داشته باشیم، مدیریت استرس خوب میتونیم، سلامت جسمی خوب میتونیم داشته باشیم. برعکس اگر روان ما خراب است، ما نمیتونیم ابراز عاطفه کنیم، در نتیجه ما زیادتر مساید به رفتارهای ضد اجتماعی هستیم. دیدن کسایی که سلامت روانشان خراب است، دیگه درگیر مواد مخدر هستند، مشکلات جسمی دارن، خرابکاری میکنن، خلاصه استاستا ضد اجتماع میشن. و یک بدبختی دیگه هم در مشکلات روانی است که بین سال 1403 مشکل از بین بریم، امراض روانی را منیس یک تاپی بد، مثل یک لکی ننگ، مثل یک استیگما بر شخص وارد نکنیم. متاسفانه کسایی که مشکل روانی دارن، یک انگ جامعه اجتماعی، یک استیگما، یک لکی ننگ که تو ولو مریض روانی استی، دیوانه استی، اینی چیزا اوضاع را بدتر میسازن. کل ما و شما مشکلات روانی به درجات مختلف داریم، بیاییم منعیس یک مشکل بپذیریم و کمک بگیریم و اصلاحش کنیم. سلامت روانی برخورداری از سلامت کلی در این تعریفه خوبیش است. این اگر میخواین شما بفهمین که شما سلامت روانی دارین یا ندارین، اینمی مثلثه که در نظر بگیرین. ارگاه تفکر شما خوب بود، تفکر خوب، تفکر مثبت، احساس مثبت و رفتار مثبت داشتین، یعنی شما سلامت روانی دارین. ولی برعکس متاسفانه اگر فکرهای منفی منفی در کلی شما میگرده، اگر متاسفانه احساس منفی، غم، ناامیدی، جگرخونی، پریشانی و بالاخره متاسفانه رفتار نادرست از شما سر میزنه که به خودتان و دیگرها و اجتماع مضر است، شما دیگه بیماری روانی دارین، بیماری روانی دارین. متوجه شدید؟ اینمی یک معیار خوب برای صحت روانی است. تفکر سالم، احساس سالم، رفتار سالم. تفکر مثبت، احساس مثبت، رفتار مثبت. اگر شما فکر خوب خوب میکنید، فکر پیشرفت، فکر ترقی، فکر تعالی، فکر همپذیری، فکر ساختن، احساس شما پر از عشق، محبت، امید، آرزو در زندگیتان لبریز و کارهای خوب هم از دست شما برخورد نیک دارین، میسازین، پیشرفت میکنین. بنابراین بین صحت جسمی و روانی و اجتماعی ارتباط برقرار است. هر کدامش خراب شود، دیگایش هم میتونه خراب بسازه. و یادتان باشه همه که سلامت جسمی تان اهمیت داره، سلامت روانی تان هم اهمیت باید داشته باشه. متاسفانه در وطن ما کمتر است، به مشکل داخلی خود میپردازیم اما به مشکل روانی خود نمیپردازیم. کسای ما این خانه میان 10 سال 15 سال با مشکل روانی سر کرده باز آمدن، یه وقتی میبینیم مشکل روانی داریم، بریم کمک بگیریم. یادتان باشه اگر مشکل روانی را نکنین، مثلا افسردگی زمینی زیر که ما به شکر مبتلا شیم یا به بیماری قلبی یا سکته مغزی افزایش میده، اما تو به مریضی های دیگه استرس همی کارا میکنه. و همچنان برعکسش اگه اختلال جسمی مزمن داریم،
مثلا تکلیف قلبی در شکری خودش میتونه زمینی افسرده شدن ما را بر فراهم بسازه. به او خاطر باید در سال 1403 شما به سلامت روانتان توجه کنید. سلامت روان استاد چی اهمیت داره؟ چرا باید ایره؟ اگر سلامت روانتان خوب باشه شما را کمک میکنه با استرس های زندگی خوب کنار بیایید. اگر نه استرس ها شما را از پای میندازه. سلامت روان کمک میکنه جسم سالم داشته باشین. سلامت روان کمک میکنه روابطتان در اجتماع خوب باشه. سلامت روان کمک میکنه برای جامعه خود مفید واقع باشین، به خودتان مفید واقع شین، به خانواده تان، به جامعه تان، به مردمتان. به طور موثر میتونین کار کنین. آدمی که مشکل روانی داره خوب موثر کار کردن نمیتونه. افسردگی انرژی مرزایی می کنه. توانمندی هایتان خوب میتونین بهتر بشناسین. دیگه خب اینم بس است دیگه، از این که دیگه چه کمال کنن سلامت روانی. دوستای نازنین، عوامل مختلف میتونه بر سلامت روان ما تاثیر بگذاره. یکی عوامل بیولوژیکی، اصلا شما میفهمیم روز باز یک مثلث است به نام مثلث بایو سایکو سوشیال. در تمام امراض روانی گفته میشه که رد پای از همین سی چیز موجود است. بایو سایکو سوشیال یعنی عوامل بیولوژیکی است، مثل جین ها، مثل تغییرات هورمونی، مثلا غده تایروید ما کمکار یا پرکار شه، غده ادرینال ما، در مغز ما بیوشیمیایی مغز تغییر کنه، مثلا سیروتونین دوپامین کم شوه یا زیاد شوه، میتونه مشکلات ایجاد کنه. بنان یکی عوامل بیولوژیکی است. یا هر مشکل جسمی میتونه مشکل روانی، مثلا وقتی خبر میشیم یک تکلیف قلبی داریم که جور نمیشه، یا مثلا شکر برای کلمر دچار شده، اینا چی میکنه؟ بر روان ما تاثیر میکنه. همچنان تجربه های تلخ زندگی، دوستای نازنینم، آسیب های شدید جسمی و روانی در کودکی، اگر جسم مثلا یک روز ما قطع شده، سوختگی پیدا کرده، میتونه روان ما رو خراب کنه. آسیب های روانی شدید مثل تجاوز جنسی در کودکی بسیار میتونه خطرناک باشه. لط کوب، مقایسه کردن، مسافرت از یک جای به جای دیگه، از دوستا دور شدن، جنگ پدر و مادر، جنگ اجتماعی، نمید در بدری اجتماعی، فقر، بیچارگی، اینا عوامل اجتماعیش است که میتونه تاثیر کنه. سابقه خانوادگی، مشکلات روانی، پدر یا مادر مریض بوده یا قوموی نزدیک ما، سبک زندگی نادرست مثل رژیم غذایی نادرست میتونه مشکل روانی ایجاد کنه. فعالیت بدنی خوب اگه نداشته باشیم، تنبلی، مصرف مواد مخدر بد رقم میتونه روان ما را آسیب بزنه. بنان دوستای نازنین، در سال 1403 قرار است شما باید روان خوب داشته باشین. اگر حال مشکل روانی دارین برین از دکتر کمک بگیرین. حتی هیچ اگه جورا مستین همینجا بیاین، دوستای روانشناس ما یک تاریخچه از شما میگیره، براتون میگه که سلامت روانیتون در کدام حد است. کمک بگیریم، حل کنیم. رژیم غذایی خود، سبک زندگی خود باید منظم بسازیم. شما شایستی یک روان سالم هستید. خب دوستای نازنین، فعلا هم استاد اگه هیچ ماینه خانه ندهیم کدام راهی است ما بفهمیم چقدر سلامت روان ما خوب است یا خراب؟ بله، برخی از نشانه هایی که نشان میده شما مشکل روانی داره، این اول شخصیتتان تغییر کنه. بعضی ها میبینید تا میگه ولی چرا که تغییر که این سابق میربان بودی، سابق آدم خوب بودی، حالی زشت استی، بدخوی استی، زود عصبانی میشی، در رفتار در گوشگیر شدی، او بچه سابق چقدر مزاقی و خوب بودی، این نشان میده. عادات و الگوهای غذا خوردنت، مثلا چقدر پرخوری میکنی، چون اشتیات خراب است، ولی هیچ خوابم نمیبره دکتر صاحب، اینا نشان میده که تو مشکل روانی داری. کنارگیری، گوشنشینی از افراد، از دوستات دور شدی، مزاق خوشت نمیاد، فعالیت هایت کم شده، از زندگی لذت نمیبری، انرژی نداری، هیچ دکتر صاحب حوصله کار رو درسه ندارم، بی تفاوت شدیم، بیخی بر نسبت به زندگی، هیچ برای مهم نیست چی میشه. یا مثلا ناراحتی های جسمی خودش میتونه زمین است. احساس درماندگی و بیچارگی اگه میکنی، ولی دکتر صاحب فکر میکنم از دستم هیچ کاری ساخته نیست، این نشان میده که یک مشکل روانی پیشت وجود داره. زیاد شدن سیگارت مصرف کردنت، سابق یک مصرف نمی کردی حالی شروع کردی، سابق یک تا سیگارت حالی یک قوطی مصرف میکنی، سابق یک پان میموندی حالی یک داره، این طرف میمونی، یک طرف این طرف میمونی، سابق در روز یک پان کفایت میکرد حالی یک پاکت دتایش مصرف میکنی، نوشیدن مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر، سابقه یک سیگارتی بود تالی سیگارتی ها رو پر کرده زده رایستی، احساس گیچی میکنی، یاد فراموشی داری، عصبانی میشی، ناراحت هستی، نگران و تشویش، ترسای بی جای، خلاصه اینا کلش نشان میده که تو مشکل روانی پیدا کردی. داشتن اختلالات خلقی، یک دفعه خوب است، یک دفعه حالت خراب است، یک دفعه دلت گرفته است،
افکار منفی اگه در ذهنت اومده میره، اگه ذهنت منفی شده تو مشکل روانی داری. آدم سالم در ذهنش فکرای مثبت میه، خاطرات بدت یادت اومده میره، مشکل روانی است. در مراحل پیشرفته تا شخص در جنون آلوسنیشن پیدا میکنه، صدایی رو میشنوه که نیست، چیزایی رو میبینه که نیست، یا با فکر آسیب رساندن به خود دیگر ها اگه هستی مشکل روانی است، میخوای خود از ضرر برسونی یا دیگر ها، نمیتونی با مشکلات زندگی کنار بیای، نشان میتخیر تو مشکل روانی داری. چون که آدمی که سالم است میتونه با مشکلات روانی درست کنار بیای. در وظایف روزانیت ناتوانستی، از اولادات نمیتونی مراقبت کنی، به محل کارت خوب رفتن نمیتونی، به مکتبت رسیدگی نمیتونی، اینو کلش یک مجموعه است که نشان میده شما مشکل روانی داری. بیشتر اشاره کردیم در به وجود آمدنش عوامل روانی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش داره. خب به صورت کل بعضی علما میگه دو عامل میشه بگویم، عوامل بیرونی، عوامل درونی در به وجود آمدن مشکلات روانی نقش داره. عوامل بیرونیش مثلا نبوده اقتصاد خوب، فشار روانی وارد میکنه، قرضداری، کرای خانه پوره شده، حیران هستی، نبود آزادی های اجتماعی و مدنی میتونه فشار روانی وارد کنه. وقتی حق انتخاب نداری، حق آزادی نداری، امنیت نداری، عدالت اجتماعی وجود نیست، تبعیض وجود داره، تبعیض چی نژادی باشه، چی قومی، چی جنسیتی، اینا کلش تاثیرات خود داره. نبود ثبات امنیتی و سیاسی و اجتماعی، اینا کلش تاثیرات خود داره. خلاص هر نابسامانی که شما در بیرون از وجود خود میبینید میتونه مشکل روانی ایجاد کنه. و بعضی وقتا میتونه است که نه، در بیرون یا مشکل است یا نیست، ولی عوامل درونی هم تاثیر داره. چون در بعضی ممالک که کل چیز خوب هم از بازم مشکلات روانی داریم، بنان عوامل درونی خودمون نقش داره. سبک زندگی ما عامل ژنتیکی است، مثلا توسط ارث بر ما رسیده، ولی که بیرون خوب هم است ما خراب هستیم. باورهای خراب ما، کل چیز داریم اما باور خراب داریم، آزار ما میتن، ناسپاس هستیم، حسود هستیم، حریص هستیم، اینا کلش میتونه مشکل ایجاد کنه. خلاصه دوستای نازنینم، تا اینجا ما و شما فهمیدیم آدم سالم روانی کسی است که فکر مثبت داره، احساسش خوب است، رفتار خوب ازش سر میزنه، برای زندگی خود امید داره، پلان داره، فکر میکنه که از عهده مشکلات زندگی میه، به جنبه های مثبت زندگی توجه داره، شکرگزار است، از زندگی لذت میبره، یک توازن در زندگی شخصی و اجتماعی و کاریش برقرار است، در خانواده خود خوش است، از مواهب الهی لذت میبره، اعتماد به نفس داره، عزت نفس داره. اینا اگر برعکسش هست، یعنی که سلامت روانی ما خراب است و فهمیدیم عوامل اجتماعی و روانی و بیولوژیکی نقش داره، میتونه عوامل از بیرون بر ما تاثیر کنه یا عوامل درونی آزار ما بده. اما سوالی است که دکتر سر برای یک سلامت روانی چی میتونیم بکنیم؟ اولش خود دوستای نازنینم، اگر فکر میکنی سلامت روانیتون بر هم خورده، باید برین کمک بگیرین از متخصص که برقرار شه، مثل که در سلامتی جسمی گفته بودیم، هدایتی که داود داده بودیم اینجا به درد میخورم و گپا. خب اینا گفتیم تداخل دارن، با هم ارتباط دارن. بنان اول خوب است از متخصص کمک بگیریم که حال ما کجاست. حتی اگه احساس میکنی جرم است، یک دفعه پیش دکتر باید بری، پیش روانشناس بری، چون در مشکلات روانی خطر وجود داره که هرچی ما مریضتر فکر میکنیم جورتر، تا حتی تا جایی که دیوانک آخرین استیج مشکلات روانی جنون دیوانگی است، دیوانه فکر میکنه خودش جور از دیگر کلوگی مریض است. بنان خوب است که یک کمک بگیریم، مشکل حل کنیم. چند تا هدایت براتون داریم. اول دوستای نازنین، بندازی کافی بخوابین. خواب نه تنها برای فعالیت جسمی که برای فعالیت روانی ما، برای سلامت روانی ما کمک میکنه. هورمون ها و انزایم ها و افرازات کل منظم نگاه میکنه، خلق خوی ما را خوب نگاه میکنه. اگر خواب ما خراب باشه، درگیر هم مشکلات جسمی میشیم، هم مشکلات روانی و در نتیجه مشکلات اجتماعی هم پیدا میکنیم. بنان خوابکتون منظم کنین. هم در باب خود خواب میشه برنامه جدا بیرم قدر به تفصیل صحبت شوالی، فقط اولی که خوابتون باید خوب باشه. دومین گفت خوب غذا بخورین. غذا نه تنها بازم به خاطر جسمی، بر روان ما نیاز است. شما میفهمین که روان ما در نتیجه فعالیت های مغز ما صورت میگیره و اگر مغز ما برش مواد خوب نرسه، اکسیژن کافی نرسه، ویتامین ها نرسه، مخصوصا ویتامین های خاندانی بی، گلوکوز نرسه، اینو کلش میتونه روانم خراب کنه. بنان کمبود آهن، کمبود مواد معدنی، کمبود B12، اینو کلش میتونه بالای خوی ما تاثیر داشته باشه. بنان یک رژیم غذایی متناسب داشته باشیم، متنوعی داشته باشیم، از خوردن نوشابه ها، انرژی باب ها
و چربی زیاد، نمکی زیاد، شیرینی زیاد جلوگیری کنیم که قبلا اشاره کردیم. سوم دوستای نازنینم، از مصرف مواد مخدر، سیگرت و دود حتما خودداری کنین. بر علاوه جسمتان، روانتان فوق العاده خراب میسازه، وابستگی ایجاد میکنه، میتونه مشکلات شدید روانی برتان با وجود بیاره، تا که بعضشان تا سرحد جنون و دیوانگی هم میتونه شخص پیش ببره، که ما به نام سابستنس اندیوس سایکوتیک دیساردر داریم، یعنی حالتهای سایکوتیکی که از اثر مواد مخدر با وجود میاد. همچنان سابستنس اندیوس مود دیساردر داریم، شخص مونیا میکنه، شخص دپرس میکنه. خلاصه مواد مخدر مخرب مغز و روانتان است. لطفا از دود و از اینا تا حد ممکن جلوگیری کنین. به اندازه کافی نور خورشید دوستان نازنین، باز نور خورشید نه تنها برای جسم ما، بر روان ما ارتباط داره. امروز تحقیقات کاملا نشان داده بین کمبود ویتامین دی و اختلالات روانی از جمله افسردگی بسیار ارتباط تنگاتنگ وجود داره. به می خاطر تا نور درمانی ایجاد شده و در کشورهایی که نور آفتاب کم است مشکلات روانی زیادتر است، بنان کوشش کنین. در افغانستان خوشبختانه آفتاب کافی داریم، دیگه هم وطنانم که در دیگه کشور هستن یک روز نیم ساعت دست پای خود بر بزنین آفتاب بخوره، بدن میتونه بسیار زیاد کمک کننده برای ما باشه. دیگه از توضیحات زیادترش میگذاریم. مدیریت استرس باید یاد بگیریم. استرس دوستای نازنینم در حالتهای حادش خیره، ولی مزمنش بدن از کار مندازه دوستای نازنینم. فشار خون بلند میبره، شکر بلند میبره، چربی خون بلند میبره، وظایف اعضا را خراب میکنه، پیری زودرس بار میاره، موی سفید می سازه، هورمون ها را به هم می ریزه، فعالیت بدن خراب هم را کوتاه می کنه. بنان یاد بگیریم چطور استرس خودم مدیریت کنیم. و خوشبختانه در این مورد ما قبلا سیمینارهایی داشتیم، یک 3 سیمینار در مورد استرس داشتیم و بیشتر از 100 تا راه حل برای مدیریتش بیان شده، اونا را می تونین شما تعقیب کنین. کار دیگه که به سلامت روانی کمکتان میکنه فعالیت و ورزش است. میتونین تا میتونین خود مصروف نگاه کنین، کارهای سازنده، کارهایی که تو رو درگیر میسازه، کاری که دو پیشرفت است، بسیار روانت خوب نگاه میکنه. ورزش کردن فراموش نکنین، ورزش مشکلات جسمی و روانی رو خوب میکنه، یک درمان بسیار خوب است. اگر کلاب رفتن نمیتونین، یک روز نیم ساعت دوش بسیار کمکتان میکنه. استاد در کجا بدویم؟ پارک نیست، در خانه یک ریسپون بازی کنین، در خانه خود مانده بکنین، بالاخره یک نشد، یک موزیک بانین، یک رقص و اتن کتش بکنین، خود خلاصه مانده بسازین که ضربان قلب تند شوه، میتونه مشکلات روانی تانه از بین بره. کاری که از انجامش لذت میبرین براتون انتخاب کنین. کارهای سرگرم کننده مثل یک نقاشی، مثل یک برنامه خوب تلویزیونی، مثل یک رفتن چکر زدن، مثل دوستار دیدن، مثل یک شطرنج بازی یا هر کاری که شما را میتونه کمک کنه. یک فیلم خوب دیدنش، نمایشنامه ها، برنامه خنددار بسیار مهم است. موضوع دیگه به سلامت روان دوستان، ارتباطات تان خوب کنین. یک شبکه دوستی بزن با دوستا بشینین ببینین، بسیار کمک کننده است. آدمی که تنها شده میره مشکلات روانی میتونه بسیار زیاد سرش غلبه کنه. بنان رابطه سالم که بازی رو در صحت اجتماعی هم صحبت خواهد کردیم. برای دیگرا کار انجام بدین اگه میخواین سلامت روان داشته باشین. کمک کنین، یک کسی راهنمایی خوب کنین، یک کسی را کتاب خوب بدین، یک کسی را برنامه اینم پلانای سال 1403 را معرفی کنین، یک طفلک یتیم قلم کتابچه شبتین. این چیزا میتونه بسیار برتون احساس خوب بده. یک سالمندی را کمک کنین، یک فقیری را کمک کنین و همچنان خودتان هم یادتان را کمک بخواین. به خاطر مشکلات روانیتان از دوستای نزدیک و یا خوبترینش متخصص است. یک فضای خوب ما هم همینجا فرام کردیم، 4-5 نفر روانشناس های خوب هست، من در خدمتتون بیاین کمک بگیرین که مشکل دارین. ریلکسیشن فراموش نکنین دوستای نازنینم. ریلکسیشن در برنامه استراب ما تشریح دادیم، از بینی نفس میگیرین خوب، قفس سینه‌تان از هوا پر شو، از طریق دهن خارج میکنین، روز 10 دقیقه حداقلی انجام بتین، بسیار خوبتان میکنه. چیزی که بسیار به نظر من در مشکلات روانی کمک ما میکنه، استفاده از عقل و منطق و اصلاح باورها. عقل اگر رهبر زندگی ما باشه، با منطق برخورد کنیم، مشکلات روانی کوچ میکنه میره. هر چی عقل پیش ما کمتر، منطق کمتر، مشکلات روانی پیش ما بیشتر. باورهای خود اصلاح بسازیم، باور به ناتوانی، به ضعیفی، به درماندگی، به کینه، به دشمنی، به تبعیض، به سمت و سمت پرستی، به زمین زدن دیگران، باورهای بسیار خطرناک است، روانتون از بین میبره دوستای نازنین. کوشش کنیم باور به دوستی، به روابط خوب، به ساختن، به کمک کردن،
به صداقت، به صمیمیت، به وطنداری، به دینداری، به این چیزا داشته باشیم. چیز دیگه که میتونه کمک کننده باشه که در یک کلام اگه بگیم، مطالعه و سمینارا رو فراموش نکنید، کتاب بخونید در مورد خود سلامت روانی کتاب است. و اگه او کوسلر ندارین، سمینارای ما خوشبختانه یک سمینار جور کردیم هم کلش بر سلامت روانی کمک میکنه. هر سمینار ما برای تو فکر کو یک ترمیم است بر سلامت روانت. و بالاخره اگر در یک کلام بگیم، کوش کنین با خود صلح کنین، چون بعضی هنوز با خود جنگ داره. چرا بینیم کلام، چرا چشم خود و چرا رنگ بسیار، چرا قدم پسته، چرا میمیتره. بس کن، همین توستی دوستت داشته باش، سر اخلاقت کار، سر معنویاتت، سر دانشت، به این ظاهر نچست، توی گوشت و پوست نیستی عزیز دلم، باز انسان در صورتش نازنین است، سرآمد روزگار است. صلح با خدا، بعضی ما از خدا قار هستیم. با خدا خداشتی کن، با خدا پناه ببر، قلبت مطمئن کن. با فامیلت عزیز دل من، با فامیل دشمنی نکن، با همسرت رابطیت خوب بساز. با همسرت رابطیت خوب نباشه تو روان سالم نمیداشته باشی. با پدر، با مادر، با برادر، با خواهر، با همگی. با مردم رابطیت خوب بساز، با طبیعت رابطیت خوب بساز. طبیعت دوست داشته باش، درختی، گلی، گیاهی، پرنده‌ای، چرنده‌ای، همگی رو دوست داشته باش، کمکش کن. و بالاخره با زندگی رو دوست داشته باش. این زندگی یک فرصتی است برای امتحانت و ثابت ساختنت، برای لیاقتت، برای آخرتت. بنان دوستای نازنینم، ما و شما یکی باید برای اولین هدف گفتیم در سال 1403 برای صحت ماست. دیگه کدام بخشای زندگی را باز میپردازیم؟ ما هنوز در صحت هستیم. دو صحت برای شما توضیح دادم، صحت جسمی و صحت روانی را. در برنامه دیگه باز بخیر انشاءالله در مورد صحت اجتماعی و باقی موضوعات صحبت خواهد داشتیم. و مطمئن هستم هر کسی دوره 1403 را بخیر تعقیب کنه، انشاءالله که در ختم 1403 شروع 1404 اگر زندگی بود بخیر پرسانتان کنم، خودتان میگین کی گپ آور زندگیتون معجزه کرده. ای کاش آرزویم از کل افغانایی را بشنم، اما متاسفانه که ایتو نمیشه، چون ما و شما نه سلامت روانی و اجتماعی نداریم، در چیزهای بسیار خراب مصروف هستیم. یکی از چیزهایی که میتونین از برنامه مزخرف خود دور کنین دوستای نازنینم، از شنیدن چتیات. هرچی پیام منفی بشنوی حالت خراب میشه. مراقب پنج حست باش اگه میخوای سلامت روانی داشته باشی. چیزهای زیبا را ببین، چیزهای زیبا را بشنو، بوی خوب، مزه خوب، این چیزا کمکت میکنه. هرچی گپ بد بشنوی حالت خراب شده میره. یک جان سپاس، بسیار دوستتان دارم. بعضیتان میگین ای کاش در گذشته هم رایت آشنا میشدم، خیر حالی هم که شدین سر وقت است. باز میگین ای کاش از خودت یک اکتا در ولایت میبود، حالی که حتما از من بهترام است، حالی به نظر تو اگه نیست همین برنامه رو نشر کن. خوی نمی برنامه هرچی نشر شد فکر کن در ولایت نشر شد، فکر کن یک تای مدمو ولایت است. کوشش کنین در صفحه فیسبوک تان نشر کنین، در میمانی ها در موردش بگوین، یک دیگر خبر کنین، زنگ بزنین. خدا یک زندگی کتش نجات پیدا میکنه. کدام گپ امروز بد بود؟ حیف نیست امیر کلاب بنا نشنوه. بنان دوستای نازنین، بیاین کمی رابطی ما و شما ای تو دو طرفه باشه، شما هم در نشر و پخش برنامه کمک کنین که ای تو زیاد نمی کنین. مثلا من ای واسه شما باشم، تو برنامه باشه زنگ میزنم، شیر میکنم، در موردش در فیسبوک نوشته میکنم، خلاصه کارهای میکنم که نشر شوه، پخش شوه، بهتر شوه. این نیست رای حل به جایزی که افسوس بخوریم ای کاش که از تو هر یک تا در جایی بود. ولی هم یکی هم بس است گم کن. ولی بیاییم که گفای خوب نشر کنیم. دوستتان دارم، خداوند انشاءالله کمک ما کنه که یک سال بسیار خوب برود ساور داشته باشیم. تا برنامه بعدی، خدا یار و یاورتان باد.